سری بچش چی شده؟ رو که بدی همینه دیگه، اگه نمیذاشتم از هلوفتونی بیاد بیرون اینقدر پر رو نمیشه. بله الانم بی خود اصرار نکنین، هیچ جوری موافقت نمی کنم. بذارم تو بمونه، این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری نیست. نوست خان چیزی که زیادی دختره این نشد یکی دیگه. میکائیل بیا ببینم چی کار میتونیم برای این پسره بکنیم. بیا. مرسی، خیلی خوش گذشت، یعنی اصلا فکرشم نمیکرد منتها شدم درد سر شما. ببخشید با این پا دیگه. اصلا ببنم رضایت نمیدم. بابا خان داری بیا در باز ببنیم بابا بذارید توضیح ببنیدی. گوش کن، من دارم میرم بیرون، برگشتم ببینم گشتاس تو انباریه. خیلی خوب باشه، میشیری بیا گوش بدن جا، رضایت میدم باشه. ببینم تو واقعا میخوای بری خواستگاری؟ بله. قصد ازدواج داری؟ آره گفتم که. جدی میگی؟ بله. این سیاست داره. کارتو بکن. دایی. جان دایی. اینا که پیرانای خودته. بشو، بشو، کارتو بکن. من میدونم میشونم ولی من پیرانای خودته اینا. تو یه جوری خودتو دم دست بذار که نصرت خان اومد ببینتت. دایی این فرش نصرت خانه؟ بله. این فرش نصرت خانه؟ بله. دایی مگه اون فرش نیست که من 6 سال پیش خودم براتون سوغات آوردم اینا؟ چرا؟ خودشه. بشورش دیگه چه فرقی میکنه؟ من نصرت ندارین که بشورش تمومش کن. دایی ول کن، ما با ما رو گرفتی تو هم. یعنی چه؟ دایی اصلا من دختر تو رو میخوام. بیا اینجا ببینم. ببین گشتاست دایی جون، اگه این کارو نکنی دختر بهت نمیدن. اینا به چه چی چیزای علاقه دارن، بعد زوم کنی روی همون علاقهشون. خب آفرین زندایی. آره بعد اونا اونجوری از تو خوششون میاد. مثلا احسن. مثلا گلچهره به چی علاقه داره؟ گلچهره الان به پرنده. اینو از چی گرفتی الان؟ گفتم که باور نمه بایه، اینو گرفتم برای گلچهره خانم، یعنی تحقیق کردم دیدم گلچهره از پرنده خوشش بایه، اینو گرفتم که خوشحالش کنم. شنیدم که پرنده هارم خیلی دوست داری نه؟ بله خیلی دوست دارم. دوست داشتین یکی اینا رو داشته باشین؟ خب نه گناه خودم. نه گناه ندارم، یکیش مالش. چی شد؟ نازلی گزم جیران بابا، آش کپونه گلدی بابا، آش کپونه گلدی بابا، آش کپ در را بس کنید، در را بس کنید، به جون مادرم من بیگنام. برو شهروز برو. کاکولی شهروز پسرم این کار کارتوه، برو برو مصبت کن. من طرف اون نمیرم، قیافش اینها که مثل برج زهرمان میمونه. الان جکی جان هم نمیتونه بره طرفش. برو چیز کن، من نمیرم. اصلا نگران نباش، قیافش مثل برج زهرماره ولی قلبش خیلی مهربونه. برو برو، من هوا تو دارم. برو شهر رو با حمله اینا کرد با شما. اینجا برو برو برو، ما هستیم، هوا تو داری. برو چه دارم قیافش رو. سلام نصرت خان. زده پسرم رو ناقص کرده، پای دختر مردم رو شکسته، دختر عزیز دردونم رو سکته داده. من از دست این پسر احمق غلط کردم. آنو تاکو غلط کردم بابا، غلط کردم. کاملی هم بابت زن برو برو به میکائیل بگو بیاد اینجا. پس رضایت میدم با این پسره پاشه بذاره توی خونه، قلمای باشو میشکنم. یه دونه این دوست دارم بذاره آهنگ قشنگ وسط بذاره. بیا کاملیا بیا، رضایت گرفتم. قلبتو برو. دایی یه لحظه بازمان راحتر بیام تو، نمیتونم بیام تو دایی. برو برو دست از سر کچل من بردو. تو خیال میکنه خواه من چقدر حقوق میگیرم که نصف حقوقم توی مدت فقط خرج شیرینی و آب میوه کردم برای نصرت خان که رضایت بده برای تو که آزم میشی. بابا دایی پول که بابا اگه من پولشو میدم دایی، هر چقدر میخوای میدی اون پولت بخوره تو سرت. تو آبروی 40 ساله منو توی خانواده بردی. نصرت خان گفته اگه یه دفعه دیگه پاتو بذاری توی خونه، منو طلعت بدبخت بیچاره اون شهروز دل دیوونه رو از خونه مینزه بیرون تو کوچه. برو بگو بابا. دایی 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 دای
وایدم وایدم بهتر بزام جاشه خودم دست بشم زنی دست بشم میخوان لش کنم خودم نوستاد خوام 5 تا فیلم گرفتم دایی اجازه بده توضیح بابا یمن رفتم از همین آره ویدیو کلوپ زر کوچه گرفتم دایی تازه فیلماشم نشستیم چک کردیم نوستاد خانم میشناختش آره بذار بیام اگه 500 تا فیلم برای نوستاد خان بگیره رضایت نمیده برو بیرون دیگه اجازه نمیده پاده بزن اینجا برو بیرون دایی بابا ای بابا خب من نمیدونستم که گلچهره خانم از خروس بعدش بابایه من نمیدونستم اون میترسه که میره دوتا قناری میگیره باشتاس میری یا حالیت کنم یعنی چی دایی تا من عذرخواهی نکنم نمیرم میری یا ای که بهت بفهمونم حالیت کنم دایی گفتم که تا نوست کن عذرخواهی نبابایه نمیرم دایی هل بدی هل بابایه یا هل میدم دایی یا دایی هل میدم ها هل بده ببینم باره ببینیم بابا تمه چی شد دایی؟ من یه دقیقه استراحت بکنم دایی ببخش شدم من یه لحظه استراحت و بایتی با شما دایی اینا خودشون راضی بابایه من دامادشون باشم شما چرا یه عصبت خورد بابایه؟ دردمی یازمشم دا شادی برا sözlerimi diyemirem yoldaşa hanı yoldaş hanı kardeş dün dayı hayli bir marifet babaydı aga tut çeşme garu baba خودشون راضیه بابا صد رحمت به نوستاد خان اگه با شما بود که ما تا آخر حبس ابد دمایتی بابا سلام 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 دوستم ببینم مگه تو بازداش نبودی چرا فریچش قشنگ اما پدر بزرگ بر شما رضایت داد چون به جون مادرم من بیگناه بودم میشه درست حرف بزنیم؟ بله چشم پس آقا جون رضایت دادن بله حافظ واقعا مرد با معرفت و بایتیم قدشو کلا بدونیم بهتره حالا با امید خدا من هم بیام کنار شما بیشتر میدونیم چوبت کجاست؟ کدوم چوب؟ چوب اون روز آورده بود دیدم نمایشگاه آها درگیر شدیم با هم؟ آره تو ماشینه میخوام برم بیارم ماشین کجاست؟ ماشین همین برای گذاشتم میخوام برم بیارمش من بایم با هم بیارم بریم نوکر تمام فرمان کوچیک شما با آقا بر خیلی مخلص شما چه شوخی هایی میتونید بیا بابا چه شوخی هایی میتونید بیا میگم اینجا کی هوا خوری میدن یه خود بریم بیرون هوایی چیزی بخوریم تازه شی میخوندن چه میدونم؟ چه میدونی؟ بالاخره تو تجربه این چیزها رو داری دیگه کجا تجربه دارم؟ ده خوبم داری اون دو سال کجا تشریف داشتی؟ قبرس قبرس؟ بله تو چشای من نگاه کن چی شده؟ کدومش؟ هر دوش آها قبرس بودی؟ ببین داداش اینجا بفهمم من سوء سابقه دارم بهم گیر میدن آره راست من کجا بودم پس؟ برای قبرس تشکر داشت هوا خوریم دیگه کم کم فکر کنم وقتش دیدی تجربه داری؟ خواه بفهمی اینا شهرات ببین پسرم اینا یه حماقتی کردن شما به بزرگواری خودتون ببخشید جوونن دیگه نو صدخان جوون بابایتی این فریدون خان که دیگه امروز فردا باید غزل خداحافظی رو بخونه با فرمات خان با چوب افتادن جونم این پامو چیکار کردن داغون شد کتفم له شد جوون بابایتی خودش میخواست اونجا لذت بده کیت کت چلو کباب همه چی بعد اون دوتا هم خون گریه میکردن تا لذت ندی یا چیزی بگو دیگه من با گیم این دارم بازم یه چیزی بگو تو آقا گشتاس بابا خسته بابا تنها بابا آقلاده گدی عدی بابا آقلاده گدی عدی بابا برده منم قیچمی داغده بابا منم کتفمی برده داغده بابا این من این اتیکر رو تو یه فیلم ترکی یاد گرفتم اینه یک شما بگرم بابا چی شد؟ عوض کردی؟
همون چسبونه نزدم دیگه. بهتره. به خاطر شما بود دیگه. بیچاره بدبخت. بابای تو زندانه نه من. آقا جون این تا باباش تو زندانه سرپرست نداره همینه. قربونت برم الهی. رضایت بده باباست. بیاد مواظب بچه‌ش باشه بالا سر پسرش. یه شبه که اینجوری زایه نشده آقا نصرت. تازه نصرت خان وجدانی این معرفت به بیتی، این حق به بیتی، آدم خبر نداشته، یهو زده به یکی تصادفی شده، این جرمش بازداشته؟ آقا رضا این حق به بیتی؟ نه نصرت خان خب چرا اونجوری نگاش میکنی؟ آقا جان محبت کردن جرم به بیتی؟ نه هدیه دادن جرم به بیتی؟ نه آقا جان من از کجا میدرسم عمه گلچهره شما از خروس میترسه؟ این جرمش بازداشت به بیتی؟ نه علیرضا خان بازداشت به بیتی؟ بازداشت برای چی بازداشت؟ اینا با هم هماهنگ نبودن. بعد اومدن یه چیزی گنده کردن به شما. نصرت خو آقا چرا چپ چپ میگاش میکنی؟ خب راست میگه دیگه. آقا تو دنیا کجا بری خواستگاری تو رو میگیرن میندازن بازداشتگاه؟ این واقعا جرمش بازداشتگاه بابایتی؟ کی این کارو کرده؟ همین بابات فرام از خان همه نصرت خو همه. من معذرت خواهی میکنم. کوچیک شما نمیدونم یعنی چی بگم. آقای میکائیل خان به جای اینکه قد به فکر شکمتی ببین خارزادت چی میگه. حقتو بگی، حقتو بگی، به ظلم شده، ظلم میگیرم که من بچه پاچخ نبایدی، هرکی بیاد نقل من زایه ببایدی به ظلم شده، ها؟ حقتو میخوای؟ بله الهی شب قبرم بسوزان ولی محتاج نامردان نکرد. نزل این با من ببایدی؟ آره یه بچه بودم منی؟ با عریض خون با شما چرا پا اون نمیدونم چی گفت مگه بابا گفت نه نامرد به بیتی اینا با من به بیتی بود نمیدونم رزد میدادی دیگه تو میگه نده نده یه ساعتش هستی پر اون نصد کن من این رضایت به بیتی نصد کن نصد کن میکایی اینا ببرم به طلعت میکایی ترسوا کنی اینا ببرم به طلعت اینا بزرگ شد نه همه رو خوردی میکایده بخور 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 نوشانه بخور نمیگی بقیه شو؟ چرا؟ ببین آقای گشتاسه گشتاس همون گشتاسه من با گلچهره صحبت کردم گلچهره گفت نه حالا تو هم خودتو زایه نکن میری بهت میگه نه ها؟ بله بله البته ببخشید آه من تا با خودم مستقیما با گلچهره خانم صحبت نبویه خیالم راحت نبویه چون فکر میکنم خودم بهتر میتونم متقاعدش کنم البته از شما معذرت میخوام از اینم همینطور این چیه؟ تو شما دیگه مگه من چوبم مگه درختم اسم چرا میخندی تو؟ چوب میدونم ببین عزیز من تو اصلا نمیتونی با گلچهره ازدواج کنی چرا؟ برای که سطح خونواده ما با شما فرق میکنه آفرین آقا قبول داری؟ بله داری یعنی دست چی؟ دست گوش کن اگه دست راست منو سطح خونواده ما فرض کنیم دست چپ هم و سطح خونواده شما این اینجوریه این فاصله زیاده این ما این شما اینجوری خیلی چرا این شما این ما چرا برای که از نظر سواد از نظر فرهنگی از نظر علم از نظر شعور فاصله خیلی بله. زیاده ببین انقدر کم نیست بله مثلا راست میگی من نمیدونم آقا فریدون تحصیلات دکترا دارن و شما هم خیلی با فرهنگی قبرس بودی چند سال این بحث ها رو بس کنیم بس کنیم چه خبر آخه بی خودی علکی نشستی دارم بحث میکنیم آقای گشتاس گوش کن لپ کلام ختم کلام خواهر ما خیال ازدواج نداره که نداره شما کجا میدونین آخه علکی حرفی زدن تو چه بچه پا رو نمیتونن بالاتر خودشونو ببینن همین فرامرز هفته ای ده بار من پول دستی میگیره تو سرم میزنه نمیتونن ببینن یکی مایه داره دامادشون بشه نه یه تو سری خور میخوان که بهش بادا بیرون باشو برو ببینم باشو برو بحث دیگه نطف کردیم نطف هر بودی بفرمید آقا ببخشون خب کم عقل بقیه نمیفهمه چی میگه خب باید چی کار کرد؟ همینجور ملاحظه چی کردیم که به این روز افتاده دیگه بله شما درست میگه هر چی دلش میخواد میگه هر کجا هر چی دلش میخواد حرف میزنه به هر حال من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم بفرم با اجازه همتون ببخشید ولی من فکر میکنم من میتونم خواهرتون رو خوشبخت کنم دیروز هم به آقا فرهاد توضیح دادم چون من واقعا
از این مردایی نیستم که مردای بیر چی شد این مردایی که چی بود نه از این مردایی که چی از آقا فرهاد بپرسین شما دیگه من الان بگو از این مردایی که چی چی بی غیرت هم بابا من این مردایی که بی ارزه هن میگم منظورم بگو حرفتو دیگه گفتم دیگه همین بی ارزه نیستم آقای گشتاس خواهم شما مرد نازنین جوان خوب عالی هستی کوچیک بابایا اما یه چیزی رو غافلی اونم اینه که از زبانی که گلچه بابا بسی تو یه چیزی رو نمیدونی از زبانی که گلچهره جدا شد از این فریبرز بی معرفت دیگه خیال ازدواج نداره اگه میخواست ازدواج کنه خواستگارهای زیادی داشت میگین از بسوار کن بله خیلی خواستگار زیاد نمیدونم مراد یاور بود آی آی باست تو بودی برو ببینم برو اینجا نزده برو ببینم قشت چون تو ناراحت نباش من خودم یه تنه هوا تو دارم یا پنج دقیقه هوای ما رو نداشته باشی ما راحت تر ببینم میگم برو باشه هرچی تو فقط هر بلایی سر دادم با خودتا برو دیگه برو یه مقدار کم عقل ببینم کم عقل ببین این حرفی که فرهاد گفت گوش کن بله ببین بخارم. گل چهره کجا رو نگاه میکنه گفت یه حرفی که آقا فرهاد میگه گوش ببین یه حرفی که گفت گوش کن گل چهره با تو ازدواج نخواهد کرد آفرین خیالت راحت باشه بره. برو سراغ گاوات برو تمام پس لازم من بگم که هیچ گاوی برای من گل چهره نمیشه بی معرفت نه 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 داداش این منظور نداره منظورش اینه من گل چهره خانم گفتم گل چهره ببخشید آره منظورش اینه که گل چهره رو بیشتر از گاو یعنی بیشتر از خیلی چیزا دوست داره بله تو از این گاوتر اینم از جناب علی گاوتر چرا من آقا بحث گاو اصلا فراموش کنیم شما مگه قرار نبود ماشین تو گرفتی تحویل گرفتی بری شهر خودتون برو برای شهر خودتون برای همشهری یا قیافه ول کن دیگه اینجا باش یعنی شما هیچ کدوم آدم منطقی نیستی من با نصرت خان صحبت دارم یا ایشون اجازه دادن که خودم مستقیم با گلچهره صحبت میکنم با اجازه خوب آجیا بگی برشید بینم خوب گوشاتو واکو ببین چی میگن شما هم گوش کنین اگر گلچهره رضایت داد که تو باش ازدواج کنی و باهات عروسی کرد من این سیبیلا رو که 10 سال اندیه گذاشتم و ندادم از بیخ میزنم ایول منم دومیش میزنم بفرما ایول منم سومی میزنم نه یعنی که اگر ذره ای هم باشه میزنم فهمیدی؟ میگم قبول کردی؟ بله بله و بنا یعنی چی با؟ من نمیدونم زهر ما رو یعنی ما اینجا هویجیم یه مشورت چیزی با ما میکردی خب مشورت میکردی دیگه بله حالا من هیچی من الان هرچی پشت لبم بود زدم ببین اون ذره ای هم که داشتم زدم ولی فکر دوتا داداش دیگه ات باش مشورت میکردی بابا چی داره حرف میزنه خیلی خوب حرف تو چرا حرفو گوش نمیکنی تو اصلا نمیتونی با اون ازدواج کنی سطح خانواده ما با سطح خانواده ایشون نمیخونه با هم دقیقاً نو پرابلم چی پرابلم نو پرابلم یعنی چی نو پرابلم یعنی چی ببین
اگه سطح خانواده من دست راست من فرض کنم، سطح خانواده اون پسره رو دست چپ، خب این ببین چقدر این اینقدر با هم فاصله داره، این نو پرابلمه، ولکن بالاتر دیگه 40 سانته همین خوبه، تو چیکار داری؟ این عزیز من، خب اون دیگه خب اینقدر این پرابلم نداره؟ نه خیر، اصلا مهم نیست. مهم نیست؟ نه اصلا مهم نیست. نه مهم نیست، نظر فکری، عقلی، فرهنگی، شعوری، تمام اینا ما با هم فرق داریم. آخه فریدون که دکترا داره، شما هم که آلمان رفتین و امتیاز دارین، ایشون هم که حتما بابا باز اون خوبه، حالا یه دکتری دامپزشکی چیزی داره. بله اینم که قبرس بوده. خیلی ممنون. این چیه؟ تو این به چوب و درخت و اینا میگن این فهمیدی؟ اینه من اسم دارم بگو آقا فرامرز، صدا کن اینم دیگه نگو فرامرز جان. بسه بسه دیگه، میدونی جان کلام چیه اینجا؟ بفهم. تو خواستگارهای زیادی داشتی. آره میتونستی یکی اونا رو انتخاب کنی. آه اصلا من نمیدونم این پسر. آها یاور و زیاو و حتما اینا رو میفرمایید دیگه. به هر حال چیز اصلا پسر باقرخان دروغ بود. آره نه اون نه دروغ بود. حالا اون نه، ولی صبر کنید خواستگارای خوب حتما میان. دقیقاً ببین عزیز من گوش کنین، شماها دقت نکردین. این پسره به قول شماها البته هم سادگی داره، هم پاکی داره، هم صداقت، عشق، محبت، همه چی داره. مثل این مردای بی مردای بی چی؟ مردای بی چی؟ مردای بی چی میگم؟ بی عرضه دیگه. بی غیرت منظورت نبود که؟ نه بابا بی عرضه. خیلی خوب بابا ازش گیری کردم بین شماها. گتات چی؟ گتات گتات نیست، گتات میگن. این تلفظش چی بود؟ اصلا تلفظ رو ول کن گداد، چه چه گرم یعنی چی چه بیا گداد تو کی میگی تو؟ اصلا من میدونم باید با شما ایرو فهمیدی مما میگه گداد یعنی گم شد. آقا جون بابا اینا رو جلوش جمع کنی، فقط فوشاش یاد گرفته مثلا خیلی هم نوس و نونور شد. آقا جون آقا جون آقا جون اصلا نمیشه بهش حرف زد. آقا جون آقا جون باربود کی؟ دوست من بابام باربود کامچین. عمو فرامرز، عمو فرهاد. سلام. 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 آرایشگرن ایشون. آها ماشاءالله. خب ببین بابا نبر. خب بابا خیلی مناسب میشه. آره خیلی بله. خوب میشه. منم گفتم. حالا ببین باربود جون، عمو فرامرز از اینجا شروع کن. علی رضا جان من مخلوط میشم، اجازه بده. میگه یعنی گیج میشه. میشه. مخلوط یعنی نمیدونم چیکار داره میکنیم واسه من خیلی مناسب میشن. این بعد بزنین دیگه، سیبیلاتونو خودتون گفتین تو ایشونو ارزش آوردی سیبیلامونو بزنم. آره دیگه خوبه، راست میگه، از این حالت جاهلیت و بدویت هم میاد بیرون. آره جناب علی ساکت چین ساکت آقای عرضخان. بله این آقای بار نمیدونم چی شو زودتر اجازه بدی بار بود هر چی هست بیرون. گت اوت Get out. Get out. واقعا دیوونه ها، این پسر گشتاس هر کاری دلش خواسته با ما کرده. تو هم که اینجا نیستی شعار میدی بزنی نمیدونم جاهلیت داری بهانه دست اونا میدی. حالا گوش کن، گوش کن، من بلای سر این گشتاس بیارم که نتونه به زندگیش ادامه بده. به مرغابی بگه شطور بار باطن باطن. نه رو باشه خیلی ممنون. زیاد سه نکنی. نه بابا داشت بری باز تو مانه دست کم گرفتی. ناسلامتی به ما میگن زیاد دوچه. یعنی چی؟ یعنی زیاد چپ دست. یه نفرم تو درون از اونم رو داشت زیاده. خیال تخت تخت باشه راحت بگه روش بخواه. فقط تو سه کنی، من میدونم تو. نه بابا خیالت راحت بشه، میدونیم چوب شما به تن ما خورده، میدونیم داشت. اینو بگیر جونم بدم. میری از دور ترم میای خب. یعنی انگار من شانسی رسیدم به شما، رسیدم در خونه اینجوری باشه. او اومد اومد فیلم. ببین بر سلام گلچهره. سلام حال شما خوبه؟
خیلی مخلصین. ببخشید مزاحم شدم. انگار کسی خونه نیست. یه ساعته به جون شما دارم این دوروبر میچرخم تا این در باز شه. خب. اما این کی بود این فامیل جدیده که اومده این مو قشنگه؟ آقا گشتاس. آها آقا گشتاس. این آقا گشتاس چیز کردش. من اینجا داشتم سگچرخ میزدم. خب. به جون گلی خانم. گفتش که اینجا راستاس وای نست و منو نگاه کن. خب. بپر برو، من میخوام یه دونه دم اینجا را بندازم، برو از یه قلیون مشتی از تای بازار بگی بردا بیا. آقا گشتاس بود. بله آقا گشتاس بود. دست درد نکنه چی؟ آها گلچه خانم، گلچه خانم، شما از موارد استفاده دیگه این خبر ندارین؟ چرا میدونم بابا این چقدر خوشگله. خب رو تاخچه و دکار و اینا استفاده میکنن دیگه. نه گلچه خانم، خوش سلیقه است. این موارد استفاده دیگهش که میدونین خودش به من گفت من عملم زیاده، من برم اون لابلا بشینم لای اون درخت ها کنار جوی آب، آقا دود را بندازم مشتی. به منم حتی گفت پسر اصلا عاشق طبیعته، چقدرم خوش سلیقه است. عمل گفتم خانم، میدونم کار که زیاد میکنه خسته میشه و اینا دیگه طبیعت و ایناست. مثل اینکه شما حالیتون نیست. این من خیلی خوبم، حالیمه. دستت هم درد نکنه. پولشو که داده؟ بله پولشو داده. خیلی خوب، خداحافظ. چطور بود؟ میرهتون کوچه واقعا. بس چی؟ خوب نیست. خوب نه. ببین فری جون نوکرتم، من سیگارم تموم شده، من برم سر کوچه یه سر سیگارم برات میخری. ببین آخه من تو نون نمک خوردیم، منو من درستش میکنم. میدونم آخه من بعد از این داش بدی بالام کو. بعد بالاش چوب داشت، بعد کنده کاری شده بود از اون مدلایی که شما دوست داری. قدیمی عتیقه آقا جون، خیلی قشنگ. تو یه کاسه قدیمی رو نگه داشتی ترهی داری، حالا میگه اون قدیمی بود. همه دوست داشتم کاسه هم. پس اقلا مواظب باشی نشتی. الو؟ الو؟ بله؟ سلام علیکم. سلام. بخش منزل آقای تهرانی ببعتی؟ بله. شما؟ من تهرانی هستم، بفرمی. نصرت خان هستی؟ بله. حال شما خوبه؟ ببخشید خیلی سخت گیر آوردم شمارتونو. من شما کی هستین؟ من همسر آقا گشتاس ببعتی. شما چرا صداد اینجوریه پس؟ چه جوریه؟ نمیدونم یه جوریه. همه میگن یه جوریه، ولی حالا هستن آقا گشتاس. چی کارش داری؟ من همسرشم، زن داره. نه شنیدم اومده اونجا ازدواج ببتی. آدرانی گوش تو منه؟ گوشم گوشی گوشی با دخترم صحبت کنی، من که نمیفهم چی میگی. الو 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 بفرمایید. الو بله سلام آقا، حال شما خوبه؟ بفرمایید. آقا نیستم خانمم. شما بفرمایید. شما؟ من تهرانی هستم، گل چهره تهران. آ دختر نصرت خان. بله بله بفرمایید. خوب هستی؟ چیکار می‌کنی؟ ببخشید این گشتاس به شما می‌بینی؟ بله. دهش بگید برو بدبخت نکنه. منو با یه بچه گذاشته اینجا، ول کرده رفته تهران، چریدم بخواد زن بگیره. ببخشی شما؟ من همسرشم، صد دفعه که نمیگه. شما؟ آقا شما؟ الو؟ الو رفت؟ رفتی؟ بله، دو سالی میشه با هم ازدواج کردی. بی غیرت آخه بگو. خداحافظ خداحافظ. نه این صدقه ای بود، ببخشی. تو اینجا چه کار میکنی؟ خوردم زمین. زمین آقا بیاین. میگم کجا میبری؟ بابا شما باید هواخوری کنی. با این باغ به این گندگی پر هوا باید ما بیام زمین در. خب در رو وام کنیم هوای تازه میاد. از اون حرفای مسخره میزنی یا این همه هوا از در بیاد تو؟ خب این من یه دکتر به من گفت هوای دم در. حالا اینجا بهتره، ببینید چقدر تاثیر داره. آها این ببینید.
بابا بیا یه دو دقیقه اینجا کارت دارم. بابا همین پایین بگو. بابا داش گشت داد. بیا بابا اینجا. آها همینجا اینطوری وایس. خب بابا همون پایین بگی چه ایرادی داره؟ ببین اینجا سایه است. اون پایین آفتاب خلاص بعد دیگه. یا اینجا چیکار می‌کنه؟ من نگفته بودم اینجا نیاد دیگه. تو سایه من تو آفتابم بازم. بابا بگذریم میخوام چهار کلمه اختلاط تو میچ مهم بهت بگم. خب زود بگو من باید برم. میخوای بری؟ ببین این خانواده ای که تو باهاش سر کار داری نازنینن حرف ندارن. کیا؟ همین نصرت خانو میبینی مرده مرد. آقا اون که واقعا مرد بابایی. عجب. با این پسره چیکار داره؟ کجا میشناسنم؟ نمیدونم. واقعا کچل باشه، مو فرفری باشه، چپ و چوب باشه، به جون تو فرق نمیکنه. مثل من. اصلا ببین قیافه من 2000 میارزه. نه خداییش نمیارزه. چرا ناراحت شد؟ ناراحت خب بابا من آدم رک به بیتی بهت گفتم بدونی چه قیافه ای بهتره که تو اجتماع یکی دیگه بهت بگه دیگه. من گفتم که راحت باشه میگذرم این دفعه رو میگذرم، اما میخواستم اینو بگم ببو. حتی میخواسته به من همینطوری حال بده، میخواسته ما رو داماد کنه. خب واقعا کارش درسته. آره میخواست ما رو داماد کنه. چی کنه؟ داماد. داماد کنه دیگه. داماد کنه. نه 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 شما رو؟ بله منو. بچه تو آقا فرامرز میگه ما اینجا اینا اینجا اینجوری که تو اصلا زیر زمینی. میخواد حال بده دیگه. میخواد حال بده. جرشی بچور بزن 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 بزن. آخه باش بابا بزن بزن دیگه. شنگ بزن لعت و پارکو. آره بابا نگاه کن. ای بابا چه عصبیه این. بابا رو آخر تماشه کنه این خونه بادم یا داشگشی میخوام عصب داشگشی؟ نمیدین چرا؟ جوتا چی؟ اعتیاد نشونه اعتیادی که اصلا گشتاست معتاده؟ تابلو قیافش تابلو معتاده بابا کسی که فرهاد به اون گنده ای رو نبینه با ماشین بزنه بهش تو چرت باشه چرت بزنه یعنی فرمان خابیده بوده؟ خابیده بوده دیگه زده به فرهاد. بله اصل ماجرا از این قرار بوده که ما توی پارک با یه دختر آشنا شدیم. نصرت خانم بساط لوتیگریش تنه. نه بابا یه دختر غریبه آشنا شدیم. نصرت خانم بساط خواستگاریش رو برپا کرد. خب اینو زودتر بودی نو کرده تا اینو گوش کن. با دوتا چشای خودم دیدم داشت سیگار میکشید. سیگارم میکشید؟ سیگار اینو دیگه رو شاخشه اینو حتم داشته باشه. چه سیگاری؟ اینو چه از اینا میکشی؟ نه با اینا ارزونه از اون گرون گرون ها. به من میخواستم با تو باب رفاقت رو باز کنم مرد حسابی. نه اگه اینجوری نیست باز کن خیالی نیست. حالا خودمونی ما همچین رنگ و رود پریده به زردی میزنه معلومه اهل نه اهل ترشیجات و فشار و از این حرفایی دیگه هی فشارت میفته. ترشی چجوری مثلا چی؟ قرقرود دوست داری؟ آره حال میکنم داری؟ اصلا به من میگن زیا قرقرودی اینا. کردم زیاد هر انقدر برات آوردم حرف نره یک چیزی دومی نره تکه تکه قرقرود بایتی؟ آره بابا خیلی جنسش خوبه. خیلی نو تو قرقرود داشتی؟ آره بابا بیا بابا این که آخه چم حال نمیده که بابا حال نمیده؟ نه بابا این چیزی نمیشه که آقا خیلی خرجت بالا حالا همونو یه داره خیلی خرجش بابا یه سر همونو بده الان چی بشته؟ حال بیای یک جنسی معرکه کجا میگیری؟ اینا رو گفتی کجا میگیری؟ همین پایین پشت این محل خلاص کنم از این چیز موادوی برداشت. ای وای تو برم این آقام دیدنم جا همه رو خورد. بابا سلام علیکم. فرما بفرما دیدی چی میخورید؟ واکن روم نمیشه بگو بگن رو صد خواه بگن درم تو بینه واکن دهه اه اه نشون بده خالی خالی میخوری؟ آره بابا آره نه آقا این هرسویه بستگی عادت به وقتی میجسمه همه سقه اینگه بعد همچون نمه نمه آب میخوره میره حال میده نگفتم قدم تو این خونه نزار آقا نصرت این قدیه ناموسی بود بچه گفت چرا این دار بدم بگیرم ازش نه داشت من خودم دارم بهت میدم میبریم ما بخوایم من برم خود اصلا تهیه کنم ببخشید این دهنی بود من نهردم عجب گیری ببایتی ها بابا من بیگناه ببایی ها سرباز 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 چه حرف استاده چیه چرا سرستان میکنی تو تو سرباز ببایی ها بله منظور جدی سرباز ببایتی آره سربازم آشنا داشتی موهات بلند کردی آره نه خیر اصلا آشنا نداشتم بله بچه شما لی نه
به چه مشهدی؟ چی؟ به چه مشهدی؟ نخه بگو نلبکی؟ نلبکی ترک سن؟ هم ریزیه بیر سوز دیگر سن؟ ریزیه سرواز دی بردا یخ اصلا تو چه این سوالو از من میپرسی؟ ها؟ ببخش چما خدمتی؟ به تو ربطی نداره ببین نوکرتم ببین اگه آشنا داری بریم پرونده من نگاه کن جون مادرم برای من پاپوش شدن باور کن من بیگناهم بابا دست از سرم بردار بابا بدم کن بابا بابا